بله پسرا، منظور چیه؟ یکی بردتش؟ نبردتش؟ یعنی چی که جسد گم شده؟ یعنی تو سردخونه نیست؟ خیلی خوبه من بشتی که آی تک یه جسد چطور میتونه گم بشه؟ اینجوری نگم نکنین. گزارش کالب و شکافی کجاست؟ یه دکتر بهمون گفت مرده. اون دکتر رو برام پیدا کنین. دوربینای مدار بسرم ببینین. یا لازم داشتین جسد آلتان نمیر به درد کی میخوراخ؟ دکتر شما به من گفتین مرده. ببین من خیلی عصبیم، ولی اشتباه نکنین از دست شما نه. لطفا یه بار دیگه از اول همه چیزو برای من بگین. آلتان چجوری مرده؟ راستش زخمش زیاد عمیق نبود، خیلی غیر منتظره وضعیتش وخیم شد و یه دفعه مریض رو از دست دادیم. فهمیدم. و بعدش؟ طبق مقررات بردنش سردخونه. در جریان بقیهش دیگه نیستم. متشکرم، میتونین برین. ممنونم. آخه واسه چی این کارو کردم؟ دوتا مرده داریم ولی جسدی هم در کار نیست. کار حلقه است. دکتر میگه مرده، بعدش هم بردنش سردخونه. بر فرض کار حلقه باشه، حلقه جسدو میخواد چیکار؟ میخواد موزه درست کنه؟ نمیفهمم، یعنی میخوان مدرک مخفی کنن؟ زدین کشتنش دیگه. اگه چاتای چنگیزارک منو مخفی کنه درک میکنم، اما اینو نمیفهمم. باشه بهار، بس بعد کافی وقت تلف کردید، برید. هی گوش بده ببینم، ببکلاج تو چی میخوری؟ چی میخوابی؟ همیشه تنهایی؟ ها؟ چجوری زندگی میکنی؟ ها؟ ها؟ آه تو چقدر خسته کننده ای؟ همه چی تو حلقه خلاصه شده. حلقه اینجوری آقای محترم، حلقه اینجوری آقای محترم. تو اصلا زندگی شخصی نداری ها؟ کتاب میخونم آقای چطر. کتاب میخونم آقای چطر. الو داداش، اینا همینجوری دارن دور خودشون میچرخن. این یارو کلا به سرم باشونه. باشه آدم، تعقیبشون کنیم. باشه، همین کارو میکنیم داداش. خبری شد زنگت میزنم. سلامت باش داداش. آقا مستان، تو اهل کجایی؟ ادیرنه. نه بابا، آی کوفته های شهرتون خیلی خوشمزه است. آره، جیگرشم خیلی معروفه. آه، زدم به بدن، خوبه. بابام رو چه حسابی تو رو انتخاب کرده بود؟ من نپرسیدم آقای چطر. آه، یعنی حقت بوده که مباشر بشیم؟ کارم رو خوب انجام بدم. خب اگه من بیام رأس کار چی میشه؟ اگه شما بیاین رأس کار، هرچی شما بخواین حتما همون میشه آقای چطر. دیگه این رسمی حرف زدن رو بذاریم کنار. میدونیم چی میشه مگه نه؟ میمیری. من بودم از آقای چطر میترسیدم، تو بودی نمیترسیدی عز جان؟ هرچی شما صلاح بدونین همون میشه آقای چطر. الو داداش، اینا دارن میان سمت انبار ما. باش آدم، شماها نیاین. ببینیم بعد از اینجا کجا میرن. تعقیبشون کن. به نظر چی میخوان؟ وکیلاش هم امراشونه؟ از من اسیه. بابا مود میگفت واسه تجارت میان. بیان ببینیم چی میخوان. سلام آقای چطای. سلام. سلام، بفرمایید.
میرم سر اصل مطلب. حلقه دوباره تأسیس میشه. من میخوام شماها کنار من باشین. در زمکان من مادرم اصلا ندیدم، یعنی اگه بگم درکت میکنم دروغ گفتم. منظورم اینه که اصلا نمیدونم عشق مادر چیه. تو میدونی بیمادری یعنی چی کان؟ یعنی اگه اون روز من جای تو بودم منم همون کاری که تو کردی و میکردم کان. اگه یکی مادرم رو تهدید کرده بود منم کاری میکردم که تو کردی. یعنی از این که رو من اسلحه کشیدی اصلا ناراحت نشدم. واقعا بهت حق میدم کان. زیاد باورتون نشد نه؟ البته که نمی کردم. آره آه خب گفتم که حلقه از نو تأسیس میشه. خب شما یه کار کاسبی دارید، من میخوام که این کار ادامه داشته باشه. تو هم میخوای جنگیر کان از جان؟ تمام دوستانیم که اینجا کار میکنم میگن آره آره نمیخوام. پس چی کار باید بکنیم؟ باید واسه من پول پیدا کنیم. چه پولی؟ بگیم مالیات؟ نه نه نمیشه. بگیم تنبیه؟ آم نه اونم نمیشه. آها حق عضویتتون، فقط یه بار پرداخت میکنین بعدش دیگه به کارتون ادامه میدین. گرفتین؟ چقدر؟ من خیلی دوست ندارم راجع به پول حرف بزنم، مدیر برنامه هم جای من حرف میزنه. آقا از جان اگه اینقدر پول داشتم دیگه کار نمی کردم. باید بگی چی کار میتونیم بکنیم. شما اصلا فکر باری که رو دوش منه رو نمی کنید؟ کمر درد، سنگینی بار، در مقابل همه اینا فکر نمی کنم پول زیادی ازتون خواسته باشم. ما داریم با هم معامله میکنیم، تو اینجا چی کار میکنی؟ وکیلاچ تو چی میگی؟ میگم که آخه تو چقدر خوشش دایی بابا، هر طرف بیاد همون طرفی بادش میدیاره. میز و صندلی ریاست زبونتو وا کرده؟ در بون بودی حالا رئیس شدی، هر کی تو رو ببینه قیمتتون میدونه. میگیرم بعد چون میزنم تا ناروم باش بیخیال شو. چی شده؟ نکنه بهتون زور اومده جناب کان؟ لعنت میکنم عوضی، تو فقط پولو میشناسی آشغال کثافت. تمومش کن، کافیه، فلش کن. واو عالی بود عزیزم، ببینم حال جا اومد. دعوا کردن واسه آدم ها خوبه مگه نه؟ ولی این هنر و ادبیات و احترام از اینجور چیزها همشون ما رو محدود میکنن. اشتباه میگم جهانگیر؟ ما اون همه پول نداریم. شما دوتا جوانین کار میکنین و در میارین، چی میشه؟ حالا فرض کنیم پیدا نکردیم، در این صورت به سلامت. دارم میگم حلقه جدید تأسیس میشه، مگه کم چیزیه؟ دیگه بریم. روستا، سایتون هایی که از کازان اومدن رو بذارید. روبن آرهایی که از هاتای میارن برام جدا کن. گردوهای ناردین هم بیاری. خب، مهمون داریم دخترم. مگه چاتایی داری میاد؟ آره، از کجا فهمیدی؟ آقا کلاغه. آره دخترم داره میاد. خب، سبزیجات دوست داره. رئیسم که شده. آه، رئیس شد؟ والا، من اینطوری فهمیدم. داره میاد دیدنمون. از این تبریکای علکی که همه میگن، منم گفتم براش یه میز ویژه بچینم تا یه چیزی بخوره. اینو گوش کن، یه روز خوابیده بودم، بابام گفت این چه وضعیه پسر، برو شکار. من نفهمیدم چی میگه. نگو بیچاره، منظورش این بوده که اسکندر چرا علکی میچرخی، چرا در دیوار نمیگاه میکنی، یکم تکون بخور. خب دیگه این عادت رو من مونده،
یه جا بمونم خسته میشم. بختیار بیا اینجا پسر. الان چرا کار این دوربین مهمه؟ برای امنیتمون آقا. چرا پرسیدم؟ گوش بده، مردم فکر میکنن همینجوری که سوار اسب بشن اسب میدوه، ولی نمیدونن باید اول تیمارش کنی، بهش غذا بدی. حالا فکر کن شرکت ما یه اسبه، باید مراقبش باشی. اگه دوربینو وز کنی اسب تو نمیدوزن. جواب نمیده. باز چی؟ لابد با هم غر کرده. کجایی تو؟ زنگ زدم در دسترس نبودی. از دیروز تا حالا نمیتونستم پیدات کنم. بی با این بزن. حالا میبینیم قهره یا سرش شلوغه. الو مجده، منم جهانگیر. من زنگ میزنم جواب نمیدی، اون وقت شماره غریبه رو جواب میدی؟ من بودم سر صحبت و اینطوری باز نمی کرده. یعنی تا این حد قهری؟ قهر نیستم، ناراحتم. من معذرت میخوام. راستش میخواستم بعدن ازت معذرت خواهی کنم، ولی خب الان گفتم دیگه. هنوز پذیرفته نیست. چطور میتونم کمکتون کنم؟ به خاطر کار بهت زنگ زدم. میشنوم. به توضیح میدم، من میخوام کار کنم، میخوام پول در بیارم. اگه قراره تو هم سهم داشته باشی میخوام راجبش با طرف بزنم. من موافقم. کار چیه؟ چاتای قراره بیاد پیشتون با وکیلاش. ببین آقا چاتای، من زیاد از این کارهای مدیریتی سر در نمیارم. یعنی نمیخوام بدونم، ما میریم کار میکنیم، زحمت میکشیم، به دست میاریم، به بقیه هم نون میرسونیم. یعنی من فقط بتونم حقم از کار بگیرم برام کافیه. وکیلاشو با خودم آوردم. یه جایی رفتیم مرد بیچاره رو کتک زدم. بعدش فکر کردم نکنه حلقه دیگه مباشر نمیخواد. نظرتون چیه؟ مباشر عوض کنیم؟ راستی این فکر روز جان بود. نظرتون چیه؟ عوضش کنیم؟ والا چی بگم آقا شطایی؟ من نمیتونم برای همچین چیزی تصمیم بگیرم. ای بابا روز جان، بگم آقا الهام گوشتو بکشه؟ این اوز جان خیلی بانمکی، منو میخندونه. بگذاریم بریم سر دلیل اصلی ملاقاتمون. گفتین هم به دست میارم هم به بقیه میرسونم. به نکته مهمی اشاره کردیم، برای اینکه با من کار کنیم. اوز جان این چی هست؟ سهمیه که باید شما به من پرداخت کنید. اما آقا چطایی، من که کل این مبلغ رو تازه پرداخت کردم. نه اونو به بابام دادین، بابام جدا من جدا. من دارم حلقه رو از نو میسازم، واسه همین حسابهای قبلی همه صفر میشن. قبول کن خوب حرف زدم، مگه نمی کلاچ؟ جلسه تمام شد؟ بله آقا چطایی، ببینین من... بمیره یا نمیره؟ با کی حرف میزده بابا چون؟ با دوستم. نه بابا، اسمش سیف جان. خب دوستمه دیگه. باشه دخترم باشه، چون میونم هم شکراب بود خواستم سر صحبت رو باز کنم. میونه ما هیچ وقت شکراب نمیشه، به دخترت اعتماد کن بابا. من اعتماد میکنم دخترم، اگه قرار باشه کسی منو فریب بده ترجیح میدم تو باشی دختر عزیزم. آخه چرا بخوام فریبت بدم؟ بین ما هیچ چیز پنهانی وجود نداره. یا داره؟ وقتی چطای اومد منم میخوام سر میز باشم. میخوای از فرصت استفاده کنی. بشین دخترم بشین. من به یارو لطف کردم، میاد تو خونمون،
آدم فکر میکنه که میخواد هدیه بده، پاداش بده، تشویقمون کنه. نگو یارو دنبال حرفای چرت و پرت زدنه و داره مسخرمون میکنه. انگار نه انگار این همه اتفاق افتاده، اومده گیر داده که پول بدیم. وقتی من میگم عصبانی میشه. آخه من چرا باید عصبانی بشم گودای؟ چرا این مرتکه دیوونه رئیس شده؟ الان جفتمون باید عصبانی باشیم. گودای تو میدونی داری چی کار میکنی؟ نمک رو زخمم میپاشی. همچین کاری نمیکنم. من باید با تو کل کل کنم یا از دست چاتای عصبانی باشم؟ ها یکم ساکت باش. ایلهان خیلی مرددی، بقیه هم متوجه میشن ازت سوء استفاده میکنن. دیدی که پسرمون هم ازمون گرفتن. گولای اخه این قضیه چه ربطی به جهانگیر داره؟ اصلا میتونی حدس بزنی چاتای چقدر ازم پول خواسته؟ من هنوز تو فکر اون موندم. تو برای پسرمون قیمت تعیین میکنی؟ یکم انصاف داشته باش گولای. انصاف، انصاف. بله مامان. جهانگیر کجایی پسرم؟ بیرونم، کار دارم. چی شده؟ بهت احتیاج داریم عزیزم. چی شده؟ اون چاتای دیوونه اومده بود اینجا و از بابات پول خواسته. آها، آره میدونم، در جریانم، اطلاع دارم، پیش ما هم اومد. از مام خواسته. ما یعنی چی پسرم؟ جای تو همیشه کنار خانوادته. مامان میدونی که من دیگه کارمو جدا کردم، الان یه شریکم دارم. منظورم از ما این از این خبرا نیست. یعنی چی این خبرا نیست؟ اصلا این اجازه رو نمیدم. الان کی پیشته؟ پیشم کانه. مامان ببین، خواهش میکنم اذیت نکن. هزار دفعه راجبش حرف زدم، من خوشم نمیاد. خب کاری که تو میکنی من خوشم میاد عزیزم. گوشیو قطع میکنم. چی شد گولای خانم؟ ها؟ به من تیکه میداختی، حالا چی شد؟ تحویل بگیر. پسرت کنار پسر همیراست. حالا تو بشین حساب کتاب کن. فردا پس فردا میگی اول بچم از دستم رفت. ایلان، داریم همه چیو از دست میدیم. تو چرا نگرانی؟ میونه تو چاتایی که خوب بود. بچه های ما از ما خیلی جسورترن دخترم. وقتی بزرگ میشن ترسناک میشن. خب به منم بگو، منم یاد بگیرم. بهتره که یاد نگیری. چرا چیز بی خودی یاد بگیری؟ تو میخوای من بترسم، ولی من هیچ وقت نمیترسم بابا. پس این که هنوز اینم میتونه نفس بکشه. خوش اومدی آقای چاتای. قبل از هر چی بهتون تسلیت میگم. راستش این خبر بعد به مام رسید. آره آقا اسکندر، منم خیلی ناراحتم. یه غمی تو دلمه. هر کاری هم بکنم بیفایده است. اما باید با هم حرف بزنیم. بله حتما حرف بزنیم. امروز براتون یه منوی مخصوص آماده کردیم. این دفعه فقط گوشت نداریم. تا دلتون بخواد سبزیجات هم هست. میتونیم هم بخوریم هم راجع به کار حرف بزنیم. بفهم. چیزایی که مردم میگن اصلا درست نیست. این که اسکندر هیچی حالیش نیست و این حرفا از سر لجبازیه. معلومه که به دردم بخوره این کارو میکنم. دوربین ما در بسته نصب کردم، از اینجا میتونم همه چیزو ببینم. شما هل دوست دارین آقای چاتای؟ از هاتایی برام آوردم، باش هم چایی دم میکنم هم تو سوپ میریزم. ولی من توی سالاد بیشتر دوست دارم. خب من میشستین دیگه، اگه جلومو نگیرین تا شب دار برده غذا حرف میزنم. بعدم بقیه شو ادامه میدیم. مجده خانم، میدونم شما به کار ما علاقه دارین، حتی میشه گفت استعدادش هم دارین. واسه همین در حضورتون خیلی راحت راجع به کار حرف میزنم. من به این حرفا عادت دارم آقای چاتای. شما ادامه بدین، من با دقت گوشم با شماست. آدم از تغییر میترسن آقای اسکندر، ولی من نمیترسم. چون من نمیترسم از منم میترسن. میترسن اگه تغییر کنن داراییشون از دست بدن. وکیلاج، تو هم از تغییر کردن میترسی؟ از چه جور تغییری حرف میزنید آقای چاتای؟ متناسب با اون جواب بدم. میدونی که از کتاب خوندن زیاد این اتفاق میفته، نه؟ نمیتونی به یه سوال ساده جواب آره یا نه بدی؟ تحت سلطه یکی بودی، الان دیگه اون نیست. حالا یکی دیگه جاش اومده. چون من باشم از این تغییر دارم حرف میزنم.
شما میدونی بزرگترین دشمن پادشاه همیشه کی بوده؟ وزیر اعظمش. اما وقتی پادشاه میمیره اون بیشتر از همه سر قبرش گریه میکنه. دلت برای داستان شنیدن تنگ شده اسکندر؟ قصه شاه و وزیر؟ منم قصه قتل اون چشنده غذا رو میتونم برات بگم، سرشار از عبرت، تعریف کنم؟ اون داستان چیه؟ تعریف کن بشنویم. خیلی ببخشید مژده خانم، در واقع چیزی نیست که سر میز غذا بشه تعریفش کرد. دوست دارم. منظورم طرز رفتار وکیلاچه. میدونی حتی میشه گفت گاهی هم دلم ازش تنگ میشه. خب گفتمون آماده شدن. گفته بخور، شاید مزه دهنت عوض بشه جناب مباشر. نه نمیخورم، بهم نمیسازه ممنون. ای بابا زشته که. آخه اسکندر این همه زحمت کشیدن درست کردن، نمیشه نخور؟ بخور نوشه جون. اتفاقی داره میافته، یکم نگران شدم چون میخوام حرف زنی میپرسم. شما نگرانی نداری؟ باید داشته باشی؟ نمیدونم. آخه چرا نگران باشی؟ ما کارمون همیشه درست حسابی انجام میدیم دخترم. وقتی ازمون چیزی بخوام دقیقا انجامش میدیم. نخواستنم منتظر میمونیم تا بخوام. اما نگرانی نمیتونم بگم وجود نداره، ولی بین من و شما اینطور نیست. اطرافیانمون چیزیشون بشه یا حلقه چیزیش بشه؟ حلقه چیزیش نمیشه تا وقتی با هم همکاری میکنیم و هم دیگر رو نمیرنجونیم. برای کسی اتفاقی نمیافته. گفتم بهم نمیسازه. چرا بهت میسازه حضرت والا؟ تا حالا نشده من چیزی بپزم به کسی نسازه. دیگه حسابی پیر شد یا وکیلاج. یه مباشره جدید میگیرم. خودت خستی. من هی میخوام یه جوری کنار بیام. تو هی صافه میکنی؟ عوض میخوام. من باید برم دستشوی. باز جان تو هم برو، حالش خوب نیست. چند تا حرف خوب بهش بزن. واسه چند تا داستان تعریف کن. گفتم که دوربین مدار بسته وز کردیم آقای چاتای. عوض جان میشه تبلتو بری؟ خب تو اون نگاه میکنی. عوض جان اصلا حرف زدن رو دوست نداره. جناب اینجا خرابه، اگه میشه بریم بالا. چه اینطور؟ اصلا نمیشد پدرم رو درک کرد. اثباتش همین آدمیه که حی و حاضره. سالا با همچین آدمی چطوری تونسته کار کنه؟ اصلا نمیفهمم. بگذاریم. همیشه از دست پدرم شاکی بودم، اما پدرم و شکایتهای من توی گذشته موندن. چیزی که گذشته گذشته، یادش بخیر. بهتر نیست ما به کارمون برسیم آقا اسکندر؟ هرچی که خیر آقا چاتای.
پدرم نماد گذشته بود. ببینم شما چیزای قدیمی رو دوست دارین آقا اسکندر؟ زمانای قدیم، دوستای قدیم، اصول و روش قدیم. آقای چطای، اینجوری که شما میگین قدیم و جدید، من مردد میشم. درسته که آدمای قدیمی و روششون رو دوست دارم، اما شما اهمیت ندیم. اگه تو گذشته بمونی امروز از دست میدی. تو کارای ما همیشه باید راهی تازه باز بشه. شما چی؟ نظرت در مورد گذشته چیه مجده؟ باید تو حال زندگی کرد و در این حال به آینده فکر کرد، وگرنه آیندهی وجود نخواهد داشت. یه لحظه صبر کنه، من نفهمیدم. شما پدر دختر، یعنی دختر پدر، پدر دختر، پدر و دختر همیشه هم فکری؟ آقا چسای، من با دخترم تفاهم دارم. البته یه وقت طرز فکرم رو اشتباه برداشت نکنین، من تو گذشته زندگی کردن رو دوست ندارم، اما اونم نادیده نمیگیرم. من عمرم رو تو حلقه گذروندم. یعنی برای تو مهم نیست چی حلقه رو اداره میکنه؟ آره؟ خب اگه داریم تجارت میکنیم مهم نیست؟ نمیتونه مهم باشه. یه لحظه صبر کن دخترم، یه لحظه. آقای چاتایی، اگه من کارم رو خوب انجام بدم که باید انجام بدم، بقیهش دیگه خودش میاد. اگه شما ازم راضی باشید، حقمو نادیده نمیگیری. خب، منم خوشحالم و راضی. به کار زندگیم ادامه میدم. خوبه. ارائه شده توسط همتا مووی. این چیه آقای چطور؟ مبلغی که باید به من پرداخت کنید. یه وقت مزه دهنتون تلخ نشه آقای چطور. فکر نمی کنن اشتباهی پیش اومده؟ جمله قشنگی گفتین. یه وقت مزه دهنمون تلخ نشه آقای اسکندر، مخصوصا به خاطر پول. اصلا خوب نیست؟ در واقع من این مبلغ رو سر وقت خودش تحویل دادم. راه درازی در پیش آقای اسکندر. به قبلش فکر کن و به بعدش همینطور. به منافعت فکر کن، یا میخوای فکر نکن، خودت میدونی، هر جور که راحتی. من هرچی میگم دوست ندارم در مورد پول حرف بزنم، بیشتر مجبورم میکنیم. پس این وکیلاش کجا موند؟ یه دلپیچه گرفته، معلوم نیست از دلپیچه مرده یا زنده است. آقا براتون مهمون اومده. کی اومده؟ جهانگیر تپلی و کانکار بلوز. بگو الان کار دارم، برم بعدن بیام. نه نه نه، به خاطر من برش نگردی. هرچی باشه کارمون تجارته، مگه نماشده؟ موافقم. اگه نظرتون اینه، لابد این قضا قسمتشون بوده. بگو تشریف بیارم. آدم خوب لاغر شدی. آره لاغر شدم از بس که این پله ها رو بالا پایین کردم. تو آشپزخونه چیکار میکنن؟ دارن خمیرا رو ورز میدن؟ بنوشونتون جمع همتون که جمعه. ما مثل که بی خبر اومدیم. آره اومدیم، ولی انگار سرتون خیلی شلوغه. بهتره ما مزاحمتون نشیم و بریم. هر وقت فرصت داشتین بریم با هم یه صحبتی میکنیم. اصلا مگه میشه بشین این همه با هم حرف میزنیم؟ شاید چیزی باشه که من بتونم کمکتون کنم. کاش. خب نه، ما خودمون حلش میکنیم. ممنون. اینطوری تو جمع نمیشه که. پسرم، فرزندم، اینطوری رفتار نکنی، اینجوری آدم رو نگران نکنی. شما هم پول لازم داری. چقدر باهوش. خب ما هم تو جوانی یه وقتایی یه جایی گیر میکردیم، قطعا ما میرفتیم سراغ بزرگترامون. اما مطمئن باشی منم ندارم جوانا. این کارت خودش گویای همه چیزه.
خوبه، حداقل دارین تلاش میکنین. به هر حال من به نیت آدما نگاه میکنم، مطمئنم تا فردا پول آماده میکنین. چه خبر شده؟ اینا کیان؟ اسکندر. ای وای من، چی شده بابا؟ یکی تو رستوران من داره برام جفتک میندازه. اینا دیوونه. بدو بدو. ای بابا این در چرا بسته است؟ گفتم این در چرا بسته است؟ اسکندر برچی رو بهت حمله کرده؟ اینو نگاه. همه تون دنبال من بیان، هیچ کدومشون زنده از اینجا بیرون نمیرن. آفقم ما پشتیم چتای. این من اصلا مونده بودم رو چه اتفاقاتی داشت میفتد. خدا بمورم که چه؟ خدا این که بلا بوده بوده اجامی همه پشت سر من بیان. بوده بوده اجامی کسی جلال از انها بوده بوده. اینجا چه خبر شد آقا اسکندر؟ اینا کی بودن؟ نمیدونم آقا چطایی، آدم های ویکرشت بودن یا از افراد حلقه بودن اصلا نمیدونم. نمیدونی؟ اما یه نفر باید جوابگوی این کار باشه. سو تفاهم نشه آقا چطایی، آخه من با اون مباشر عوضی چی کار دارم؟ ها؟ درختش سایه که هیچی، میوه هم نداره، خیرش به کسی نمیرسه. آخه من چه؟ چطایی تو داری سرش داد و بیداد میکنی، ولی هممون دیدیم که اون هیچ تقصیری نداره. دیدیم تو، ولی من اگه دنبال گناهکار بگردم پیداش میکنم. اگه شما دوتا جلو روم نبودیم میگفتم کار شما بوده. آقا اسکندر بعدا راجب این موضوع حرف میزنیم با تمام جزئیاتش. حوز جان افراد جمع کن میریم. مطمئنم زیاد دور نشدن. اون وکیلا جا هر کسی که این کار کرده رو پیدا میکنیم. بختیار برین پسرم، شما برین. شوخی میکنین؟ شما که اینجا بودین، چطور این کارو کردین؟ ما که کاری نکردیم بابا. چتای داره میاد پیش شما با وکیلاش. میدونم بابام داره آماده میشه. وقتی اونا اومدن ما هم میایم همونجا. وکیلاش، چتای، بابام، این خودش یعنی حلقه. 20% میخوام. اصلا 30%ش مال تو، اما باید از داخل بهمون کمک کنی. وکیلاشو باید از دست چتای نجات بدی، اما نباید بفهمه کار ما بوده. قبوله. دستشون طبقه بالا ساعت 4. چی شده؟ نکنه بهتون زور اومده جناب کان؟ لیت میکنم هرچی که تو فقط پول میشتسی که صفت و اشغال. تو بس کن، ولش کن کان. نجاتت میدیم، آماده باش. کوفته بخور، شاید مزه دهنت عوض بشه جناب مباشر. دستشوی طبقه بالا ساعت 4. گفتم بهم نمیسازم، ببخشید من باید برم دستشوی. داداش گفته باشم اگه بفهمن زنده زنده کبابمون میکنن و... امکان نداره آدم، وقتی دارن اینا رو تماشا میکنن ما کنارشون نشستیم. آخه داداش آدم بهت میگیم چیزی نمیشه دیگه، با مجده حرف زدیم، همچی ردیف مشکلی نیست بابا. تو چی میگی؟ من دارم استرسمو خالی میکنم بچه جون. باشه نگران نباشین، اصلا نمیفهمم. زود باشین. آ
مسی که جمعتون جمعه. هم که همینطوری بیخبر من دیگه. یعنی وقتی شما داشتین فیلم رو میدیدین وکیلاج خیلی وقت بود که رفته بود. ما هم مثل خنگا دنبال شما میدونیم. خیلی خوب، حالا جواب سوال منو بدین. اگه چطوری بفهم شما این کارو کردین و بدتر از اون این که بفهم دختر منم قاطی این کار بوده چی میشه دختر؟ این اتفاق نمیفته. در ضمن کسی منو قاطی این ماجرا نکرد. من هر کاری کردم همش با خواست خودم بود. اون کاملا مطمئنه که این قضیه به شما و به ما ربطی نداره. یعنی جای دیگه دنبال وکیلاش میگرده. مجدرم هیچ خطری تهدید نمیکنه. اما حرفی که زدی کاملا درسته. اگه ما اینجا نبودیم مستقیم میومد سراغ ما. باباتو نابود میکنی؟ بعدش هم انگار خیلی کار خوبی کردی و ایستادی رو به رو برام تعریف میکنی. حالا چی میشه؟ منو با کی در انداختین؟ الان من طرف کیم؟ چرا ویکلاشو از دست چتای خلاص کردین؟ برای کی؟ چرا؟ این کارا به خاطر حلقه است آقا اسکندر. جانگیر، یادت نرفته که اون روز رو پشتمون باها در مورد چی حرف زدم؟ ببین، دیگه نمیخوام مشت کنارت باشه. این موضوع رابطمونو خراب میکنه. من که به داش جهانگیر نمیتونم چیزی بگم. ولی این بچه تو بغل تو بزرگ شده. آخه چرا هیچی بهش نمیگی آقا مستان؟ ما داریم وارد کارهای خطری میشیم. بگو ببینم مثلا بگم چی میشه؟ گوش میده؟ نمیده. حداقل وقتی بهم نیاز داره میتونم کنارش باشم. این دیوونه رو میبینی؟ از من گفتن این ما رو بعد تو دردسر میندازه. به خدا راست میگم، من میشناسمش، جون خودم. چاتای آدم سرسختیه. نیاقت اون چیزیو که فکر میکنه صاحبشه نداره. وقتی همه اینو بفهمن طرف درست یعنی طرف منو میگیرن. مطمئن باشین این کارتون فراموش نمیشه. خوب حرف میزنی، حرفای قشنگی هم میزنی آقا وکیلاج. طرف درست، طرف غلط. اما نمیفهمم، یعنی میگی ما این کار رو با ثوابش انجام میدیم؟ به نفع هممونه. به صلاح حلقه است. قطعاً این کارو فقط برای اینکه به چاتای ضربه بزنی نکردی. یکی شما رو هدایت کرده. آفرین. اون وقت اون کیه؟ کسی که کارشو خوب بلده. شما به اون دسترسی دارین؟ چون اماری به من زنگ زده، اما من هر موقع زنگ میزنم در دسترس نیست. دور زنگ میخوره. کان کارو بخورد، منتظر تماست بود. مأموریتی که بهتون دادم و انجام دادی؟ به کلاچ پیشمونه. میشه لطفا گوشی و بدی به کلاچ؟ اول باز حرف بزنیم. قرار بود همدیگر رو ببینیم. چی شد؟ قرارمون این بود که وقتی شما مانع جانشینی چتای شدین با هم ملاقات کنیم. اینطوری توافق کرده بودیم. نجات دادن وکیلاج از دست چتای اولین قدم بود. حسنی میگه حالا حالا باز بود دهیم. فقط یه وقت اینقدر امر و نهی میکنی صبرمون لبریز نشه. وگرنه یهو دیدی این شماره هم دیگه در دسترس نیست. صبر. کان کارو بود. باید یکم دیگه صبر داشته باشین. الان میشه گوشی رو بدی به وکیلاج لطفا؟ میشنوم قربان. حالت چطوره وکیلاج؟ به لطف شما خوبم، ممنونم. کارمونو از جایی که مونده ادامه میدیم. ادامه میدیم قربان. چی میگن؟ حتما در مورد چاتای دیگه. لابد میگه جلوشو بگیرین. این حرف آن چرا این کارا به عهده ماست؟ یعنی
از یه نظر ما خودمون انگولکش کردیم. هی دنبالش رو افتادیم، سوال کردیم، منتظر جواب شدیم، وارد مذاکره شدیم. مثلا اگه یارو به بابام زنگ بزنه یه چیزی ازش بخواد، بگه اینو انجام بده، بابام چی میگه؟ میگه چقدر پول میدین؟ همین چیزا. یا اینکه گوشی روش قطع میکنه. من متوجه شدم قربان، اوامرتون رو انجام میدم، ولی یه درخواستی از شما دارم. اول از همه باید شما رو ببینم. اگه قرار باشه بعد از این با هم ادامه بدیم، باید با هم ملاقات کنیم. همچین ملاقاتی اتفاق نمیفته ویکلرچ. اتفاق میفته، چرا نباید بیفته؟ ببینید، اگه قراره از این به بعد به هم اعتماد داشته باشیم، که شرط اول کاره، باید کنار هم دیگه باشیم. سوء تفاهم نشه، اما من از این به بعد از کسی که هنوز ندیدمش هیچ دستوری نخواهم گرفت. باشه ویکلرچ. باشه، ملاقات میکنیم. سفرش داره میاد، آماده باش. چیزی نمونده، این کارو تموم میکنیم.